مقدسترین معتقد مسلمان ها حکارت و اهانت بود. حتی اگر در امریکا رخ میداد اینا مردم اعتراضات میکردن، دست بر تظاهرات میزدن در پیش رویشان. آیا این مردمی که به خاطر دفاع از مقدسترین کتاب و در سرفهرست عقیدهشان قرار دارند، وقتی که اینا یورش بردن به خاطر از این نبردن که در اینجا یک گروه از اینها که بیعدلی پیششان بوده باشن و یک تعداد پزشکای روانی بوده باشن یا دکترای سایکولوژی بوده باشن، صبر کنی که ما حالات روانی از اینه ببینیم، صبر کنی که ما طب عدلی را بیاریم، طبعا مسئله عقیده است یا نگم نیست، قابل تحمل نیست به مردم. ما یک مثال دیگر از یک از ولایت ها براتون. حساسیت مردم را باید درک کنیم، عقیده مردم را باید به شکلی درست درک کنیم. درست است که پدر و مادر خانم آمدن و گفتن که این تکلیف روانی داشت و مشکلات روانی داشت و از 16 سال به این طرف، این موضوعش که به پدر و مادرش معلوم بود. اما خودتان فکر کنید که وقتی میبینید که برادر در اونجا روان است، یک دیوانه تو خبر نداری که دیوانه است، تو پنچه را کنید برادر تزد فاموران تو قاتل از دارید. آیا قاضی و سارنوال حق داره که بگه دیوانه را کشتی؟ با مشه قاتل برادر ما کشتم هر کسی بود. وقتی که در یک مسئله که اعتبار میگرد به حقوق انسان، حق نداره سارنوال قاتلی کسی که برادرش را به قتل رساند و به دفاع از برادرش قاتل کش، حق نداره که او را ملامت کنه. پس چی تو یک انسان بیای ببری مردم از زندان پرتایی که تو چرا این کار کردی؟ تو تحقیق نکردی که چه رقم بود؟ او خوب او فرصت خوب برش نیست. احساساتی گیری از او فوق احساساتی برادرش هست. هزار برادر هم فدای قرآن میکنن، هزار مادر و خواهر و اولاد و جان فدای قرآن میکنن. وقتی که میبیند که همچنین واقعی رخ میده، در اینجا خواهش ما از ارگانهای عدلی و قضایی امیست که در اینجا به دقت حرکت بکنه. اینجا قسمی که او بیادر شاقیز نکنه، گفت با دیزره که دوم رخور راتول شوه او چه عدد دیر مشکل بود او شمیه ممکن معلوم نوشید دوم رخل راقلی. خب این مردمی که حتی یک خانم هم شما دیدین، او خانم هم بسیار به احساسات گفت که ما هم گفت سهمی خود گرفتم در اینجا زد و پنی مجرد خانم گفت. خب یادری عزیز، وقتی که این مردم به خاطر از اینکه با مقدسترین معتقدشان اهانت صورت میگیرند در روز روشن او جرم مشهود است، این مکلف در او حالت نیست که برا پرسانش گو مایکروسکوپ بمان ببی که این اعصابش زوره اعصابش ناجور است و مردم ها ببر در زندان. فردا فکرتان باشه اشتباهی بزرگی، اگر دست میزنین به دستگیری مردم شاید این مردم قیام کنند. جمع کندن کردن این مردم باز بسیار مشکل است که تا بگیر ما قبول داریم این شخص مشکل روانی داشت، ولی کسایی که استاد شدن ضد قرآن، کسایی که استاد شدن ضد معتقدات مسلمان ها، به نام عبد شیطان یکی مرتد شد، به نام دیگر مرتد شد، به نام دیگر مرتد شد، حتی دوباره باز گفتن که مشکلات روانی داشته. میبینیم که در میدان هوایی یکی از کشورهای غربی در اوجا این مشکلات روانی استقبال میکرن و گل به گردنش میپرداون، باز مشکلات روانی پیدا میکنن. جور بعد از اون گفتن نه مشکل روانی داشته. یک جا گفت که نه سیبت پیشی من یک اشتباه شد، اصلا من یک عقیده نداشتم، از فیسبوک اینمی چیزها را من توضیح کردم به جوانا، این گفت خودم نبود. وقتی زیر فشار مردم میان و یک علتی دیگر هم میکشن، درست است. آج ارتباه میدنه با ارگانهای عدلی و قضایی. گرفتار کردن یک مجرم توسط پولیس و سارنوال فرق میکنن با این که ملت او را میگیرن. این گروه که مردم از فوقی گروه که پولیس است، گروه که پولیس حق ندارن. لیکن مردم وقتی که یک پدیده شوم را میبینن، پس با اونها مشکل است که او را بشینن
تجزیه و تحلیل بکنن که چیز به نعن خواهش معنیز که درست است. اگر هر چیزی که بود اینجا بسیار مقطعی حساس است، بلکه کسانی که از دور تماشا میکنن بازم متوجه باشن که ملت مسلمان افغانستان حتی در صورت که خانیم از دستش قرآن پاک به سهو و خطا از بالای الماری پایین میفتن و میگه استاد محترم زمین سر ما تنگ شده است که قرآن به حرمتی شد، چی چاره کنم؟ چه چاره کنم استاد محترم، در حالی که رفع الخطا و نسیان عن امتی پیغمبر علیه السلام قصدن این کار را نکرده. خدمتتون عرض میکردم که از یکی از ولایات برام زنگ آمد دو سال قبل